من 6 سالم که بود از ایران با فامیل اومدیم آمریکا سال 70 آخر 78 بود، درست وقت انقلاب بود. بعد جالب میگم، همیشه میگم که ما برای 2 هفته اومدیم، چون که پدرم اینجا بود برای کار، اومده بود نیویورک. بعد فرستاد که من و مادرم و خواهرم بیایم، برادر کوچیکم رو گذاشتیم تو ایران، چون که ما فکر میگم 2 هفته میایم و میریم. هیچکی نمیدونست که انقلاب خواهد شد، یعنی زیاد صدا زیاد بود، ولی خب نمیدونستیم. خلاصه ما 2 هفته اومدیم، برای 30 سال موندیم، همیشه اینجوری میگم. بعد بعدن هم برادر کوچیکم هم آوردیم. من 12 سالم که بود توی شمال کالیفرنیا درس میخوندم، اونجا بزرگ شدم نزدیک سان فرانسیسکو. 12 سالگی برنامه تئاتری بود و تصمیم گرفتم برم امتحان کنم، هم دوست دارم دوست ندارم. بعد رفتم، اولین بار که رفتم رو صحنه دیدم خیلی دوست داشتم رو صحنه بودن. خلاصه من از 12 سالگی چیز علاقه‌مند این کار شدم. بعد وقتش که شد برم دانشگاه، میخواستم هنرپیشگی بخونم، ولی مادر پدرم خب ایرانی هستن و اینو حرفو قبول نداشتن. اینا منو راضی کردن که من برم برای وکیل شدن حقوق بخونم. بعد 1-2 سال تو مدرسه اونجا بودم، بعد وسط کار تصمیم گرفتم که میخوام پروفسور بشم. خلاصه چندین بار تصمیمم عوض شد. یه پروگرام PhD هم شروع کردم در UCLA برای پروفسور شدن تو علوم سیاسی، و اونجا که بودم دوباره رفتم دپارتمنت هنرپیشگیشون، رفتم رو صحنه، باز یه تئاتر بود، رفتم بازی کردم. واقعا این علاقه من همینه دیگه. اون وقت بود که از دانشگاه، از پروگرام چیز دکترا در اومدم و دنبال این کار رفتم، و 26 سالم بود، یعنی چند سال باز رفتم جای دیگه کار کردم، 26 سالم بود که تصمیم گرفتم 100% این کار رو به عنوان هنری انجام بدم، و اون 11 سال پیشه و از اون وقت دیگه ادامه دادم و حالا با هم دیگه نشستیم اینجا. خب خیلی داستانه مختلف هست. خب ما 11 سال که برنامه اجرا میکنیم، یه دونه از چیزایی که به کمدین میگن اینه که باید سعی کنین هفته 5-10 بار بین رو صحنه و هم رو صحنه باشین هم بنویسید. پس یعنی همیشه خب داستانه پیش میاد دیگه. مثلا من اولین پروگرام که داشتم، یه پروگرامی بود، اولین بار که پول ساختم تو این کار، یه کلابی بود تو لس آنجلس، و کمدین ها هر جا که میتونن برنامه میذارن، کافی شاپ میذارن، مثلا تو کتابخونه میذارن، هر جا که مثلا یه جا باشه. یه کتاب فروشی بود اتفاقا، نه کتابخونه، نه که نمیشه، بس ساکت بود. خلاصه یه کمدین یه جا رو گرفته بود، یه کلابی بود، کلابش استریپ کلاب بود. بعد یه طرف خانوما استریپ میکردن، یه طرف یه اتاق دیگه بود ما جوک میگفتیم. بعد من رفتم اونجا، اولین بارم بود. بعد گفته بودش که هر کی بری بهت $5 میدم. ما خب لس آنجلسیم، دوستم زیاد داریم، ولی چون که اولین بارم بود که قرار بود پول در بیارم، من خودم آماده نبودم که خیلی منو ببینم. به دوستام گفتم بابا 2-3 تاتون بیاین، زیاد نیارین با خودتون، چون که نمیدونم خوب خواهد بود یا نه. بعد خب میدونیم ما ایرونیا که 2 نفر هیچ کاری نمیکنیم، این 2 نفر شد 31 نفر. بعد سالن من بیشترش رو پر کردم، ولی یه دونه از مشکلات این بود که وقتی رسیدم، این کمدینه که اونجا رو داشت اورگانایز میکرد، تهیه کنندهش، گفتش که ببین دیشب رئیس های این استریپ کلاب فروختن استریپ کلاب رو به یه کسی دیگه. بعد توی این نگوشیشن نمیدونم چرا تصمیم گرفتن میکروفونم به خودشون ببرن. گفتم یعنی چی؟ اصلا بی‌معنیه، چرا میکروفون رو برای؟ گفت همینجوری خواستم ببرن. گفت ما امشب بدون میکروفون باید برنامه اجرا کنیم. خودش رفتیم رو صحنه و بدون میکروفون برنامه اجرا کردیم. بعد جالب اینجا بود که شما وقتی شروع میکنین، اینا که برنامه اینجوری میذارن، معمولا کمدینای جوونی رو میارن که کارشون خیلی خوب نیست. منم جزو اونا بودم دیگه. پس اون شب چون که من تماشاچی بیشتر آورده بودم، منو گذاشت آخر برنامه که هیچ دوستای من از سالن نرن، که بمونن بقیه کمدینا رو ببینن. بعد انقدر شبش افتضاح بود، کمدینا انقدر بد بودن، وسط شو یه دونه از استریپرها با یه گنگستر اومد توی اتاق، یه خودی نشستن، بعد نزدیک بودن یه دونه از این کمدینا رو کتک بزنن. اصلا خیلی جای عجیب، شب عجیبی بود. انقدر برنامه بد بود که بعدش بعضی از آخه دوستام هی نگاه میکردن پشت اتاق به من، نگاه میکردن آخه کی میری رو صحنه، ما وایسادیم 1-2 ساعت اینا کیان.
خلاصه هیچی، انقدر معنی بود که چند تا از اونا که اون روز اومده بودن، این حدود 11 سال پیشه دیگه، چند تا از دوستان که اومده بودن اون شب دیگه هیچ وقت بر نگشتن، یعنی 11 سال گذشته دیگه هیچ وقت، یعنی انقدر تجربه بدی داشتن. ولی خب اقلا اون شب ما 135 دلار گیرمون اومد، خلاصه خوبیش اینه. آره. خب خوشبختانه من میدونیم مثلا بعضی ها مثلا به یه سطح میرسن، مثلا کسی مثل براد پیت و اینا مثلا از خونه شون نمیتونن برن بیرون. من خوشبختانه مثلا طوری که من شناخته میشم معمولا مثبت، کسایی که مثلا منو میبینن سلام علیک میکنن معمولا چیز مثبتیه. هیچ وقت بیرون خونم فوتوگرافر و پاپراتسی نیست. پس خوشبختانه ایشون یه دوربین آوردن، ولی خب شاید حالا نه اتفاقا یه بار شد، اتفاقا جالبه یه بار من چون خب لس آنجلس ایرانی زیاد هست، بعد من بیشتر تو کمیونیتی ایرانی شناخته میشم یا اینکه تو کمیونیتی سیاپوستا و لاتینا. بهتون میگم چرا، من یه فیلمی بازی کردم به نام Friday After Next با آیس کیوب که رپره. Okay. این فیلمه توی کمیونیتی سیاپوستا و لاتینا خیلی پاپیلر معروفه. بعد جالب اینجاست که هر وقت میرن فرودگاه، کسایی که تو فرودگاه تو آمریکا کار میکنن خیلی وقتا یا سیاپوسن یا لاتینن. اونجا تو سکیوریتی که معمولا ما خب ما ایرانی ها و عربا رو مثلا نگه میدارن اینا، منو همیشه میبینن اونا خوشحال میشن، اه تو همون فلانی هستی از برنامه، اسم کاراکترش بود مولی، همش مولی مولی چطوری بیا بیا، منو رد میکنه از اونجا کمک میکنه اگه راحت برم تو. آره آره پارتی داره، پارتی داره. نه ولی چیز این آره خوشبختانه مثلا خب خیلی وقتا ایرونی ها مثلا ما رو میشن. بعد یه بار اتفاقا تو چیز تو لس آنجلس داشتم رسیده بودم LAX، داشتم میمدم بیرون، یه مش پاپراتشی واسه بودن برای یه کسی نمیم کی، بعد دیدم خب حتما یکی معروف اومد و اینا، بعد داشتم راه میرفتم، بعد یه دونه از این پاپراتشی ها اونا رو گذاشت اومد پلو من، شروع کرد عکس بندازه، بعد داشت عکس مینداخت، من دیدم داره به من نگاه میکنه، بعد فکر کنم پشت یکی پشتمه، نگاه کردم اینجوری گفتم این کیه کیه، بعد دور زدم یارو گفت نه خودت، دیدم این پاپاراسی ایرانی بود، منو شناخت. خودت گفتم پاپاراسی ایرانی هم یه دونه پاپاراسی ایرانی هم داریم که منو میشناسه. خلاصه منم یه پاپاراتسو دارم، پاپاراتسو میشه ببین اینداستریا همه صنعت های ایرانی ها رفتن. یه دونه میشه پاپاراتسو، ایتالیایی میگن پاپاراتسو، من پاپاراتسو دارم فقط. نه من خوشبختانه گفتم من به اون سطحی نیستم که مثلا، و اگرم امیدوارم مثلا خب هر چی خوب آدم بیشتر کار کنه بیشتر شناخته بشه که به نفعشه، ولی خب بعضیا هستن به نظر من که اصلا بعضی هستن که اصلا زندگیشون یه جوری دراماتیک تره، و مثلا من امیدوارم مثلا یه کمدین هست به نام ری رمانو که معروفه دیگه، ری رمانو، ولی ری رمانو من مثلا باهاش توی یه پروگرام کار کردم، اون مثلا پاپاراتسی دنبال اونم نمیرفت که مثلا اذیتش بکنه، چون اون یه جور آدمی هستش که زندگیش فکر کنم نسبتا نرماله. پس امیدوارم اگه یه روزم به اون سطح ری رمانو کسی دیگه هم برسیم که اذیت نشیم. اگه بتونی زندگیتو بکنی راحت دیگه، بقیش دیگه خوبه دیگه، ما هیچ شکایتی نداریم.